خب مقاله فدرالیست 9 رو ادامه میدیم. این قسمت هفتمه. A distinction more subtle than accurate has been raised between a confederacy and a consolidation of the states. The essential characteristic of the first is said to be the restriction of its authority to the members in their collective capacities, without reaching to the individuals of whom they are composed. It is contended that the National Council ought to have no concern with any object of internal administration. An exact equality of suffrage between the members has also been insisted upon as a leading feature of a Confederate government. These positions are in the main arbitrary. They are supported neither by principle nor precedent. It has indeed happened that governments of this kind have generally operated in the manner which the distinction taken notice of supposes to be inherent in the nature. But there have been in most of them extensive exceptions to the practice, which serve to prove, as far as example will go, that there is no absolute rule on the subject. And it will be clearly shown in the course of this investigation that as far as the principle contended for has prevailed, it has been the cause of incurable disorder and imbecility in the government. خب اینجا که میگه during the course of this investigation منظورش کارگاهی نیست، منظورش اینه که ما توی این مقاله ها به این مسئله نگاه میکنیم. به چه مسئله ای؟ به مسئله ای که این طرفدارا و مخالفای قانون اساسی میگفتن. و توی قسمت دیگه گفتم که اینا با واژه های نشنال و فدرال و کانفدرال بازی میکنن، هی در طول این مقاله گفتن نوشتن این مقاله. اصولا وقتی این فدرال و این برنامه ها میگن، الان ما داریم فدرالیست پیپر رو مطالعه میکنیم، خب ولی اون زمان بعضی ها که اصلا مخالف این قانون اساسی بودن میگفتن ما دیدمون فدراله. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه دولت مرکزی خیلی ضعیف داشته باشیم و دولت‌های ایالتی همه کاره باشن، اونجوری ما فدرالیم. و میگفتن از این کسایی که میگفتن شماها نشنال نگاه میکنید، یعنی چی؟ یعنی دولت مرکزی قوی و دولت‌های ایالتی ضعیف، ایراد میگرفتن. حالا باز اینجا دو مرتبه همیلتون میگه اینایی که از ما ایراد میگیرن و هی با این واژه ها بازی میکنن، میگن confederacy or consolidation of the states. اینجا داره میگه confederacy اونایی هن که دولت مرکزی رو ضعیف میخوان، دولت های ایالتی رو قوی میکنن. consolidated یعنی یه چیزی رو جمع بکنی، با هم دیگه ترکیب بدی. اینجا دارن حالت لغت بدی دارن مثلا استفاده میکنن، میگن شما میخواید این دولت رو طوری درست بکنید، این کانستیتوشنی که دادید کانسالیدیتده، یعنی همه چیز رو جمع کردید، دادید دست دو دستی دولت مرکزی. سر وقت توی این جو این مقالا واژه کانسالیدیتد رو دیدید، یعنی داره میگه دولت مرکزی قوی و ما اون یه همچین چیزی رو دوست نداریم. حالا همیلتون از حرف اینا ایراد میگیره، میگه من توی این مقاله اشتباه شما رو بهش رسیدگی میکنم. شماها میگید که یه سیستم فدرال کانفدراسی میخواید که ایالت ها همه کاره باشن. میگه وقتی بیاید نگاه بکنید واقعی و عقلانی، همچین چیزی نمیشه. ولی با این قانون اساسی که ما دادیم، ایالت‌ها خیلی حقوق دستشونه که دولت فدرال نمیتونه باش
اصلا دست بزنه، فضولی بکنه. بعد تو پاراگراف بعدی که میگه the definition of a confederate republic seems to be an assemblage of societies or an association of two or more states into one state، میگه این کنفدراسیونی که شما میگید، شمایی که از ما ایراد میگیرید، اینا assemblage of چند تا استیت، یعنی انگار چند تا ایالات اومدن با هم دیگه فقط جمع شدن، نیومدن با هم دیگه متحد بشن. شما میگه شما که از ما ایراد میگیرید، شما دارید میگید که ایالت ها همه کارا باشن. The extent, modification, and object of federal authority are mere matters of district discretion. میگه با دولت مرکزی شما ها میتونید بازی بکنید، با قدرتی که بهش میدید. خب یعنی یه ایالت عشقش میکشه میگه ما هیچ حقی به دولت مرکزی نمیدیم، یه دو ایالت دیگه میگه یه ذره حق میدیم. داره میگه این یه چیز عجل افتی میشه، اصلا به درد نمیخوره. میگه ولی بیایید نگاه بکنید، ما تو این قانون اساسی که الان به شما ارائه دادیم میگیم سنای آمریکا، خب توسط ایالت، سناتورای آمریکا توسط ایالت ها انتخاب میشن. یعنی قدرت رو دادیم دست ایالت، چون اون زمان، حالا همینجوری که جلو میریم یواش یواش بیشتر حرف میزنیم راجبش، تا اواخر قرن بیستم یعنی سال 1910 و خورده ای ایالت ها بودن، دولت های ایالتی بودن که سناتورهای آمریکا رو انتخاب میکردن، مردم مستقیم به سناتورها رأی نمیدادن. قصدن این کار رو کرده بودن که قدرت ایالت ها رو حسابی بالا نگه دارن. یادتونم باشه، حالا یواش یواش میرسیم، سناتورها هستن که بایستین به اعضای کابینه رئیس جمهور رأی مثبت بدن، پیمان ها رو قبول بکنن. سناتورها بس خیلی قدرت دارن. شیش سال انتخاب می شدن. اون زمان اصلا یه شیش سال به که می گفتی تو شیش سال انتخاب می شی، می گفتن نه چرا، شیش سال باید هر سال بشه. به خاطر این داره میگه آبا شماها این قدرتی رو که ایالتی می خواید، توی ایالت می خواید، ما توی این سنا بهتون دادیم. و میاد نقل قولم میکنه از مونتسکیو، خب که مونتسکیو میگه که این دولت لایس، این کنفدراسیون لایسیا، لایسیان کنفدراسی، یکی از بهترین کنفدراسیون های اون زمان بوده. میگه شما که اینقدر به به و چه چه میکنید، به حرفای مونتسکیو، میگه همین مونتسکیو که این کنفدراسیون لایسیمو خیلی تاکید کرده به خاطر اینکه بهترین کنفدراسیونه، اون زمان اومده گفته مثلا از این 23 تا جمهوری کوچیکی که اومدن این کنفدراسیون رو تشکیل دادن، مثلا قانونگذاراش جمهوری های بزرگ 3 تا نماینده میفرستادن، جمهوری های حد متوسط 2 تا، جمهوری های کوچیک 1. میگه ما اومدیم توی این قانون اساسی جدید، این چسقل ایالت رود آیلند و دلاور هم ما 2 تا سناتور دادیم، به ایالت بزرگ ویرجینیا هم 2 تا سناتور دادیم. یعنی میگه ما اومدیم بیشترین قدرت رو به ایالت ها از طریق سنا دادیم، پس اینقدر نگید که این قانون اساسی دولت های ایالتی رو اصلا هیچ دیده گذاشته کنار و هیچ تحویل نمیگیره. حالا همینجوری که جلو میریم بیشتر با بخش و بندهای قانون اساسی که نگاه میکنیم در طول خوندن این مقاله ها، یه مقداری بیشتر با این چیزا آشنا میشید. حالا من گاهگوداری یه پرانتز وا میکنم و یه 2 کلمه اضافه میکنم. من فراموش نکنید، یکی از دلایلی که دارم این
ویدیوهای فارسی رو ترجمه مقاله فدرالیست رو توی ویدیوهای فارسی میکنم، توی ویدیوها میکنم ببخشید، به خاطر اینه که مگه بیام بشینم روی کاغذ الان این ترجمه رو بکنم، این یه مقداری برای 15 16 17 18 ساله های فارسی زبان مشکله که بتونن اونا یا بخونن یا بیان این شهرهای اضافی رو که من دارم میدم اینجوری ویدیویی به دسترسشون برسه. من دارم سعی میکنم خیلی به زبان عامیانه و روزانه این مقاله ها رو اینجوری ترجمه بکنم که تمام جوانهای فارسی زبان از همین الان بتونن حداقل یواش یواش با این مسئله آشنا بشن. این کار الان توی کتاب به این وجه که من میکنم برای جوونا مشکل میشه خوندنش اگه من بخوام فقط بشینم و اینو ترجمه بکنم، چون برای کسی که برای دفعه اول میاد و به تاریخ آمریکا نگاه میکنه و مخصوصا یه مدرک رسمی اینجوری برای یه نوجوان یه ذره مشکله. حساب ما اینجوری داریم در خدمتتون من هستم که یه مقدار این مسئله رو بخرنجیشو براتون کمتر بکنم و امیدوارم که مردم باقی مردم دنیا هم بیان این کار رو در همین زبان بکنن، ویدیویی بکنن و بتونن شعر بدن که جوونا از این مقاله فدرالیست با این مقاله فدرالیست آشنا بشن و با فدرالیزم آشنا بشن. الان من فکر میکنم این جوانای فارسی زبان دنیا هر جای هر جا که هستید میتونید قشنگ از طریق ویدیو این فیلم های مستند رو ببینید و تاریخ آمریکا رو یواش یواش باهاش آشنا بشید. مثلا میتونید ویدیوهای تاریخ انقلاب آمریکا رو توی یوتیوب، توی سی‌اسپن، توی پادکست های مختلف، یعنی برنامه های صوتی مختلف ببینید. الان میدونم خب یوتیوب خیلی جا بلوک شده، ولی آدم میتونه برنامه صوتیشو با عکس یه جایی بذاره که شما مثلا ببینید کی توی میز گرد شرکت کرده، آشنا بشید، تاریخ تمدن آمریکا رو بخونید، ویدیوهای درستابی ببینید که یواش یواش راه بیفتید. مثلا من بهتون گفتم یکی از سری ویدیوهایی که خیلی جالبه برنامه های مستند، مثلا این کانال PBS برنامه های American Masters، American Experience، اینا رو روی اینترنت هم آدم میتونه بگیره. تمام ویدیوهای این آقای کن برنز، یه ویدیوی کوچولو براتون گذاشتم تو این آلبوم ویدیوی تو این پلیلیست که برنامه داشتن راجب کن برنز، راجبش بهتون گفتم تمام ویدیوهای اینو ببینید چون هم قشنگه هم آدم چیز یاد میگیره. بعد این کانال سی‌اسپن رو بهتون گفتم، خوبیش اینه که فقط راجع به چیزهای سیاسی صحبت نمیکنه، تاریخ، سیاست، الان داره تاریخ شهرهای مختلف رو میگه و نویسنده های مختلف میان توی اون بوک تیوی، توی این بوک تیوی به نویسنده های مختلف میاره، کسایی که رمان نوشتن، کسایی که کارهای تاریخی کردن، چیزهای مختلف، خیلی محشره. ولی این کاری که میکنید برای اینکه این ویدیوها براتون یه ذره فهمش راحت تر باشه، این ویدیوهای فدرالیست، بایست این ویدیوهای تاریخ انقلاب آمریکا رو نگاه بکنید که یه مقداری اون جو فضایی و زمانی اون زمان رو بهتون بده. مثلا من چند تاشو توی این همین آلبوم ویدیویی گذاشتم، ولی کلی سخنرانی و برنامه بیشتر توشه. اما این چون یه مقداری نقشه و اینا توش استفاده میکنه، برای کسی که تازه اومده باشه این مطلب رو یاد بگیره کمک میکنه. حالا ف
فعلا با اجازهتون.